آقا سید صحبتی داشتم که آقا سید یک ضرب المثلی هست میگن شتر سواری که دلو دلو نمیشه. ایشون آقا سید شب اول اومدن گفتن هر کسی که از آخری صحبتاش اینم دیگه حالا از دهنش بیرون رفت گفت هر کسی که منکره ابوبکر ابن عربی باشه کافر است. خب گذشت، چندین روز گذشت تا امشب خلاصه اومد جلو میخواست اون مسئله درستش بکنه و چندین بارم گفت که بله من کار ابوبکر کافر ندارم، حالا میخواد متاسفانه با واژه ها و تلویس و اینها میخواد درستش بکنه و با چه شدت و حبتی هم اومد و با چه همش از اولش هم جر بود، ناراحت بود مثل مار زخمی. بنابر خدا در هر حال آقا سید متاسفم. جمله دیگه که آقا سید شما میفرمودین میگفتین که من کار به حدیث و هیچ کس ندارم، مثل دو نفر، مثل زمان نمیدونم آقا شیخ صدوق نمیدونم، بیا با هم مستقل صحبت بکنیم. اما در کنارش خودت که مرتب از آیات و قرآن و از حدیث هم که مورد چیزتون بود، نیازتون بود استفاده میکردیم، از این و اون نقل قول میکردیم، الا از ابن عربی چیزی نگفتی، از همه استفاده میکردی، چون اگه از ابن عربی میخواست چیزی بگی سه کاری میشد. بعد یه جمله دیگه هم با سید گفتید، گفتید که بعد از مناظره شما خیلی صحبت کردین و من نبودم و در غیاب من فلان. خب آقای الله یاری بنده خدا از همون فصوص گفت دیگه، از فصوص الحکم چیه از این کتاب، ما عوام هستیم. اما سالهاست من دارم این برنامه گوش میکنم، متاسفم خلاص سید که واقعا متاسفم. یا حسین خدا حافظ. خیلی متشکر سرور من، خدا خیرتون بده. ممنون شما، خدا خیرتون بده. بفرمایید نوبت شما. السلام علیکم آقا، صحبت کنید. بفرما مادر. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید من وقتتون بخیر، خیلی ممنون. زنده باشید. که وقت دادید که من صحبت کنم باهاتون. سلام. من می‌خواستم یه سوال بپرسم درباره همین نظاره امشبتون. بله. مناظره امشبتون. ببینید استاد، اگه شما مثل همیشه از همون ضربه های حیدریتون استفاده کنید و یه چند تا مثلا حدیث و آیه بیارید که نظر خودتون رو با اونا اثبات کنید، به نظر من دهن همه اینا بسته میشه و خیال همه راحت میشه، دیگه نیازی نیست اصلا مناظره یه صورت بگیرید. اگه ممکنه همین الان زحمتشو بکشید چند تا آیه یا مثلا حدیثی برامون بیارید که این خواهر بزرگوار اگر شما یک کمی فکر بکنید که اون طرف جانب مقابل چی میگفت، ما چی میگفتیم، دیگر ضربه حیدری زده شده. همین که من میگم از ایشان اجازه بفرمایید، من از ایشان چند بار پرسیدم که نظر شما درباره این که قوم سامری، قوم که گوساله را پرستیدن، حضرت هارون علیه السلام اشتباه کرده که اونها را از گوساله پرستی منع کرده و این گوساله چون این گوساله پرستی عین خدا پرستی است، چون این وجود این گوساله از خدا هست لذا اینا خدا را پرستیدن، نظر شما چیست؟ این را جواب نداد. چرا؟ چون گفته نمیتونست جرا، و الا نظرش همون نظر ابن عربیه. شما اگر کمی توجه کرده باشید بعد جواب واضح و روشنه. دیگر این آیه تو روایت نمیخواد. کسی که بت پرستی را خدا پرستی میداند، کسی که همه چیز خدا هست، این که این اثبات این، بله، این که خدا به صورت همه چیز ظاهر شده و بله اینا همش موهومن، متخیلن. خودشون شعر را خواند که جز او همه چیز موهوم است و حق اول که موجود اول که او حق اول است، جز او همه موهوم و متخیل است. خودش خواند دیگر. شما خواهر بزرگوار من اگر توجه میکردید مسئله روشنه. فقط زرنگیشان در این بود که بعضی وقتا کلمات حق را میگفت که همه خداوند متعال حق و وحده و لا شریک، هیچ چیز مثل خدا نیست. اینایش درسته، ما قبول داریم هیچ چیز مثل خدا نیست، اما ما سوى الله، آیا خدا چیزی را آفریده یا نیافریده؟ به این صورتها ظاهر شده. ایشان میگفت به این صورتها ظاهر شده. مسئله واضح و روشن. خواهر من شما یک کمی توجه بکنید، ایشان همون حرفای ابن عربی را میگفت، درسته؟ حرفی دارید دیگر؟ تمام شد، من صدا شما رو ندارم. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید بزرگوار. آقا صحبت کنید.
آقا صدای شما رو ندارم، دیر منتظر بودیم. سلام سلام علیکم، بفرمایید. علیکم. عزت جان، خسته نباش. خدا خیرتون بده. خدا آقا من چند تا نکته داشتم میخواستم خواهش بکنم اینا رو در نظر بگیرید. جان، یکی این که این بحثی که شما دارین میکنی خانواده ها دارن میبینن، میخوان ازش استفاده بکنن. اجازه بدین مثلا این طرف هم استدلال هایی که میاره جوری باشه که ما هم متوجه بشیم. دقیقی فرمونیم؟ بله. هلو. بله جان من. بله. بله. میگم من الان یک ساعت تو نوبتم. خب صحبت کنید، گوش میکنید. بله. حاجه آقا نظر من این بود که شما میتونید به این آقا بگین که 5 تا 6 تا سوال من دارم، این سوالا رو تو هر دیدگاهی داری برای خودت داشته باش. مثلا یک کمونیست وقتی محکومه ایدئولوژیش بعدا میاد سوسیالیست رو درست میکنه، پس بعدا میره فلان رو درست میکنه، اینا به کنار. قاعده بحث اینه که 10 دقیقه تو 10 دقیقه من، تا اونجایی که با هم تفاهم داریم. وقتی تفاهم نداریم یه سوال تو یه سوال من، وقتی یه سوال شما کردیم اون جواب نداد، 2 تا سوال کردی 3 تا سوال کردی 5 تا سوال کردی جواب نداد، خود مردم متوجه میشن کی بحث برده کی نبرده. این مال این یه خواهش را از حضورت شما دارد. شما به نظر شما، به نظر شما من سوالاتی که کردم ایشان جواب داد یا نداد؟ نداد. منتها یه چیزی ایشون گفت، یه برگ برنده داره. تو این 2 جلسه تو این 2 جلسه در اومد گفت که این 6 صفحه را شما زحمت بکشید بخونید. البته این درست نیست، چون باید خودش بخونه، نظر خودش رو بگه. ببین برادر بزرگوار من، این که این جماعت دیگران را متهم به نادانی میکنند و نافهمی میکنند، این که حربه قدیمی این جماعته، این حربه قدیمی این جماعته. من اون مقدار را که ببین، من 6 صفحه این یک متن پیچیده را که اینجا ایشان بیان کرده، اینجا اگر بخوام بیان بکنم باید اینجا مثلا بیایم 1 ماه کامل پیشامین این بیان برای شما بگویم، برای یک مطلب کفرآمیز اینجا برای شما بیان کنم، احتیاجی به آن ندارم. من 5 صفحه‌اش را خواندم براش در همون جلسه و گفتم بیا اشکالت را مطرح کن که من درست خواندم یا نخواندم. او گفت درست خواندی، درست خواندی. تازه این برادر بزرگوار من، اینها همش عوام فریبیه دیگر، که شما جانب مقابل رو بگو که تو شرح تجوید نخوندی، تو فلان کتاب رو نخوندی، تو نادانی، تو نافهمی. من میفهمم. خب شما که میفهمی خب حالا من یه پیشنهادی دارم، اجازه بدید. جان من برخلاف باقی دیگه بینندگان این خواهش از این دارم، میگن به ایشون بازم اجازه بدین صحبت کنن، 1 ساعت میخواد هزینه شو ازش بگیرین، هر چی دلش میخواد بگیرین. نه 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 جانم، سوال ازش من همین در من من دیگر با ایشان حرفی ندارم. من با ایشان حرفی ندارم. کسی که به من این فحشا را داده دیگر، من میدانم که او حرف برای گفتن ندارد و قطع کرد رفت. این فحشا را که به من داد دیگه من با او چی بگویم برادر؟ او اگر دلیل داشت میگفت، واضح و روشن. من بله ایشان از این جهت، از این جهت که عوام فریبی بکند، در از این جهت یک شاید برای شما عوام الناس، بعضی از شما ایشان مثلا این که گفته که ای خدای وحده لا شریک، هیچ کس مثل اون است، او وحده لا شریک، او قیوم و همه محتاج او ان و همه بله وجود او وابسته به وجود او ان، این کلمات را گفته، شما فکر میکنید و حرفای حق گفته. خب اینا که واقعا درسته، اینا را که ما با اون مشکلی نداریم، اون مسائل حساس، اونا را ایشان زرنگی میکرد جواب نمیداد، و یا اگر جواب میداد طوری جواب میداد که شما عوام الناس متوجه نشوید. ماهیات معدومن و ما لم تشم رائحه الوجود قط. اینها من همیشه خدمت شما گفتم، جماعت صوفیه سلاح اینها اصطلاحات، سلاح اینها، سپر اینها برای کتمان کفرشان همینه که یک طوری حرف بزنن که جانب مقابل متوجه نشود. خب چیگر حالا شما اگر به بعضی امور عوام الناس متوجه نشده اند، من دیگر از خوب روی همین حرفای من فکر بکنن که من که از ایشان میپرسیدم که درباره این گوساله سامری اظهار نظر بکن چرا نمیگفت؟ ایشان میگفت که این اشیاء خارجی وجود دارد. خب من نص کلام ابن عربی را براش نشان دادم که میگه غیر خدا هیچ چیزی وجود ندارد تا مثل خدا باشد یا مخالف خدا باشد. اون را که برایش خواندم، وحدت وجود معناش واضح و روشنه. دیگر شما بینندگان محترم، بعضیتان چون شاید توجه نکرده اید،
از این جهت دیگه اون این اون تقصیر خود عدم توجه شماست. حقیقت خیلی روشنه، حقیقت کدام ابهامی ندارد که نظر ابن عربی چیه، نظر آقای موسویان چیه، نظر اینها همینه که این عالم موهومه، این ماهیات همین الانش هم معدومه، هیچ بهره ای از وجود نبرده، خداوند متعال چیزی را خلق نکرده، خداوند متعال به وجوه مختلف ظاهر شده، این عالم تطورات همون وجوده، مراتب وجود خدا، خودش گفت چند مرتبه مراتب وجود خدا هست. ولی این هستی که ما به اشیاء نسبت میدهیم این به اون معنا نیست که اینا واقعا وجود دارن، اینا مراتب وجود خود از خودش چند مرتبه گفت. حالا این را شما متوجه نمیشید چون اینا اصطلاحاته، حقیقی اونجا متوجه میشوید که جایی که اصطلاح به کار برده نشود، گفته شود که بگو به اون گوساله ای که سامری مردم قوم اسرائیل بنی اسرائیل عبادت میکردن آیا او خدا بود یا نبود، اونجا چیزی نمیگه، جواب نمیده. چرا؟ چون اون یعنی خدا به صورت اون گوساله ظاهر شده بود. بله، خدا به صورت اون گوساله ظاهر شد، خدا به صورت اون قوچ ظاهر شده بود که حضرت ابراهیم علیه السلام او را ذبح کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام هم خدا بود، چون ابراهیم علیه السلام موهومه، ماهیت اون موهومه، متخیل اعتباری وجود نداره، خدا وجود از خداست، خدا گوساله اون قوچ را ذبح کرد، خدا اون قوچ را خورد علیاذ بالله. بله، این چون هر چیزی که در واقع اثر دارد و فعل دارد و منفعل میشود وجود، ماهیت که خاصیتی ندارد، ماهیت که موهومه، ماهیت که متخیله، اینها بله وحدت وجود یعنی این، و عقیدش همین بود و این را گفت ایشان. حالا دیگر شما این را متوجه نمیشوید، او به خاطر چی؟ به خاطر همین تلویس او، عوام فریبی او، که این را بس به قالب الفاظی گفت که خیلی شبیه حق بود اما حق نبود، اما حق نبود، و این را او باید جوابش را همون طوری که برادر عزیز ما گفت روز قیامت باید بدهد که بعضی از عوام را در بله این چنین بله باطل خود را به لباس حق آورد و به لباس حق ظاهر ساخت و اون چیزی که واقعا عقیده اش بود اون را به زبان عوام الناس که عوام الناس بفهمند نگفت. دیگر این برادر بزرگوار من این یک بله اگرچه برای عوام الناس هم روشن شده اما بعضی از بینندگان اگر توجه نکردن اون تقصیر خود شما هست. سلام علیکم، بفرما بزرگوار نوبت شماست. سلام علیکم و رحمت الله. عزت زیاد. شما علیم و بزرگوار و بینندگان محترم، خدا خیرتون بده، خدا عافیت بده شما. سلام. ضمن عرض تبریک مبعث رسول گرامی اکرم حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسالتی که عرضم به حضور شما با توسط ابوبکر و عمر و عثمان علیهم اللعنه و جماعت صوفیه و عرفا متاسفانه گرفته شد از ائمه معصومین علیهم السلام و اجر ایشان در مقابل ایشان سعی کردن ظلم عظیمی رو واقع شان و شما الحمدلله رب العالمین امروز باز خدا شما رو اجر عنایت کردن در مقابل انظار تمامی بینندگان جهان و شبکه مقدسه اهل بیت علیهم السلام، باز الحمدلله رب العالمین با صبری که پیشه کردن با زرنگی و شیاری که در کار بردن که از مکتب اهل بیت علیهم السلام الحمدلله رب العالمین بهره زیاد بردن، خدا را زار مرتبه شد و تنسنی مار زخمی را که با حضور ننگین خود در این مباحثه مردک امروز ای سید نما خدا لعنتش کنه که اقدر داشته جاها اینا ای بینندگاه شبکه مقدس اهل بیت علیهم السلام بدانن که این شخص اقدر داشت، اقدرش چی بود؟ او زخمی بود که ضربت حیدری را وارد کرده بودن شما دفعه قبل و با هوشیاری و صبر تمام تنیسن اقرار بگیرن، اقرار از کفرش بگیرن از جماعتشان و عرضم به حضور شما یکی دهی شاید معترض باشند بر شما که چطور این مسائل تکرار مشه و عرضم به حضور هم بر شما در صورتی که تکرار بسیار مفیده و این برنامه هایی که زحماتی رو که شما میکشین اجر در اجر عظیم داره در مقابل کسانی که این شخص خودش یک نفر بود این مردک ولی خب نمایندگی از جماعت بزرگی میکنه در طول تاریخ و زمانه فعلی ما و در خانواده های عموم شیعیان در سراسر جهان. متاسفانه امروز خطر انحراف بزرگی داره این مسئله عرفان و فلسفه و این مسائل و این اقرار در کفرش بود که موضع‌گیریش در مورد ابوبکر ابن عربی زندق ملعون بود و تهمتی را که در آقا امیرالمؤمنین علیه السلام بس در آخر صحبت‌های خود در مناظره قبلی شما و دائمه معصومین علیه السلام و عموم شیعیان اهل بیت علیه السلام کردن نسبت با این گفته ایشان که گفتن
هر کس که مخالفت با ابوبکر ابن عربی کنه و عزم به حضور شما و تهمت را که بستن و در واقع وجود را که ایشان موهوم میدانستن شاید در واقع خود ایشان چیزی کشیده بوده آج آقا که در حبرود بودن شاید فکر میکردن. زنده باشه، خدا خیرتون بده برادر، سلامت باشه، خدا عافیت بده، دستان درد. جرأت نداشتن که جواب شما رو بدن وجود عدم و مثل زنای فاحشه و بدکارا فقط خواستن با یک آرایش جدیدتر ظاهر شون، حرف کج ببرن دیگه. بسیار واضح بود، من فکر میکنم عموم شیعیان کسانی که الحمدلله رب العالمین پیروی خط آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام و ائمه 12 علیه الصلاه و السلام هستند، با بیانات شیوه شما الحمدلله رب العالمین برایشان روشن شده مثلا. خدا خیرتون بده، زنده باشی برادر، عافیت باشین، سلامت باشین، خیلی ممنون. یا علی مدد. شما هم ایشون زن بدکاره نگید، ایشان بله همون که پیرو ابن عربیه و از کافرین دین خود را میگیره، برای کفرش کافیه دیگه، همین در از اون بیشتر درباره او کلمات اونجوری را به کارم نبرید اشکال نداره. سلام علیکم، بفرما. سلام علیکم آقا، عزت زیاد، بفرما جان. صدای من پخش میشه؟ بله. از طلاب آذربایجان ایران هستم. بخشید، خطاب به آقا سید میخوام از کنم. فتوحات مکیه جلد 1 صفحه 169، جلد 1 صفحه 126 و 25، صفحه جلد 2 صفحه 337، جلد 3 صفحه 118 و 117 و محی الدین عربی چهره برجسته عرفان اسلامی نوشته محسن جهانگیری صفحه 142. من شرح تجریدم خوندم، فتوحات و حدود 1/5 فصوص رو هم خوندم، بعد شواهد ربوبی ملا صدرا رو هم خوندم. منظور این نیست که حالا بگن همه عوام الناس هستن. نمرود میره بهشت، فرعون میره بهشت. من هر وقتی که مکاشفه کردم شیعیان رو کلاب و خنازیر دیدم. من خیال نمی کنم مذهبی در عالم باشه که ادعا کنه که فرعون و نمرود هم میرن بهش که ابن عربی اینجا خواسته باشه تقیه کنه، یا اهل سنت اون زمان انتظار از ابن عربی داشته باشن به این قدر تقیه کنه که بگه شیعان کلاب و خنازیر هستن. اینها رو چطور میتونن حل کنن؟ بله مسائلی هست که شاید بتونن به نوعی توریه کنن، به نوعی تقیه کنن، به نوعی کلام رو وضعی بهش بدن که شاید عوام و بعضی از خواص نفهمن، ولی خب بعضی تصریحات هست. ولی وقتی من میگم که همین ابن عربی در یکی از این منابعی که از کردم جلد 2 صفحه 126 و 127 وقتی میگه کافرین که عذاب میشن، عذاب از ماده عذب هست، عذب یعنی شیرین، شیعتی مهما شربت ما عذبن، عذب یعنی شیرین. کافران هم که در جهنم عذاب میشن، اون عذاب یعنی به اندازه ای رحمت خدا بر اینها نازل میشود که اون آتش هم بر اینها شیرین میشود. آیا هیچ فرقه ای از فرق 73 اسلام به این قائل هست که وقتی کفار در آتش میسوزند رحمت الهی از اون آتش بر اینها میخوان جواب بدن؟ یا بزرگان اینها الان حسنزاده آملی که قدری عقلش هم مختل شده، خود آقای مکارم فتوا به کفرش داد و مردم قم از قم به قول معروف روانش کردن، از ترس زانش رفته، الان ساکن تهران هست. خیلی مسائل در ایران هست. الان بزرگترین استاد فلسفه که بعضی بهش مجدد قرن لقب دادن و از ملا صدرا برترش میدونن آقای فیاضی، الان از بزرگترین مخالفین فلسفه است. آقای میلانی سیدم و میلانی شیخ از بزرگترین آقای فیاضی، آقای غلامرضا فیاضی مخالف فلسفه شده؟ از بزرگترین مخالفین فلسفه. آفرینش. بله، یعنی هر کس فلسفه بخونه. الان آقای وحید رو میخوان چیکار بکنین؟ فرمود من از بای بسم الله اسفار تا آخرش رو خوندم، همش کشکه. خب آقای وحید که نمیتونه بگه عوامه و نخونده، فلسفه رو خونده و میگه ردش میکنم. اینا رو میخوان چیکارش بکنین؟ آقای موسوی هم، آقای وحید خراسانی هم عوام الناس، آقای فیاضی هم عوام الناس، یعنی آخرش همینه. نقصان عقل پیدا. آقای فیاضی، آقای فیاضی دیگر هنوزم در همون مؤسسه آقای مصباح یا ول کرده اونجا را؟ اونجا رو نمیدن، ولی تدریس فلسفه الان هم در قم داره و فلسفه رو رد میکنه، یعنی تدریس میکنه و رد میکنه. من بعید میدونم رد کنه فلسفه را، و شاید در بعضی مواضع مثلا اصالت وجود اینا را قبول نداره، اما من بعید میدونم رد بکنه. نه آقا، اینا دیگه الان
اون اساتین فلسفه که هستن. الان در قم خیلی جلسات ضد عرفان و ضد فلسفه برگزار میشه و اعلان از اینا الان دیگه از اونایی که اساتید فلسفه هستن دیگه الان خودشون ضد فلسفه کلاس دارن، کلاس تدریس فلسفه دارن و در آخر هر مبحث یعنی درس میگن و رد میکنن. بله باشه، دستان درد نکنه، خدا خیرتون بده، زنده باشید، سلامت باشید. آقای غلامرضا فیاضی فلسفه رو خوب بلده بود، خیلی استاده. اون زمانی که بله من رو میشناسم، من یک بار باشا صحبت کردم، میگفت که من یادم میگفت قطعا امام زمان علیه السلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لم راضی هستن طلبه ها فلسفه بخوانند، اینطوری میگفت. حالا ایشون مخالف شده، این برای من عجیبه. اما اون زمانم که فلسفه درس میگفت، خب خیلی از مبانی ابن سینا را قبول نداشت، این مبانی ملا صدرا را قبول نداشت، اما حالا کاملا از بیخ منکر شده باشه این بعیده، حالا شاید امکان داره. بفرما. سلام علیکم. سلام علیکم. علیک السلام. بزرگوار بزرگوار. نه 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 نه، قبل از بسم الله، شما هر شب میای اینجا 5 تا حدیث 10 تا حدیث میخوانی و احادیث دروغ. شما یک حدیث دیشب خواندی، حدیث دیشب خواندی که کان الله ولم یکن معه شی و الان هم همین طوره. بله خداوند، بله که خداوند متعال هیچ چیزی نیافرید. بله بفرما. حدیثش جناب آقای انواریاری بهار جلد 5 بهار جلد 15 صفحه 23. نه نه بهار جلد 5 صفحه چند؟ بله چند صفحه چند؟ یکی شبه اینجا صفحه نداده. خب جلد 25 صفحه چند؟ جلد 15 صفحه 23. الان دروغگو معلوم میشه، گوشی حضورت. جلد 15 صفحه 23 درسته؟ اگر حدیث نبود منم اینجا قطعت میکنم دیگه، حق نداری زنگ بزنی ها. نه 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 نه، صبر کن تو، این احادیث دروغ رو عجب میخوانی. صبر کن جلد 15، این جلد 15 صفحه 23 دوستان عزیز، که خدا بود و خدا بعد از این که خدا دنیا رو آفریده هیچ چیزی وجود نداره. این حدیث ها شما خواندی؟ اگر این حدیث در اینجا نبود دیگر من قطع میکنم و برای همیشه خداحافظ با شما، چون اینجا اذیت میکنی هر شب. مرحوم امین الشریعه خودی شاجرده. صبر کن مرحوم امین الشریعه، امین الشریعه صبر کن. صفحه 15 جلد 23 جلد 15 جلد 15 صفحه 23 دوستان عزیز ببین، جلد 15 بحار الانوار مجلد خامس عشر، مجلد خامس عشر 15 صفحه 23 باب بدء خلقه و ما يتعلق بذلك، چیزهایی را که خداوند متعال آفریده. حدیث اول ان الله عز وجل خلق محمدا و علیا و الائمه الاحد عشر، خداوند متعال محمد صلی الله علیه و آله حضرت امیر المؤمنین علیه السلام ائمه اطهار علیه السلام را از روی نور عظمت خود آفریده. حدیث دوم ان الله تبارک و تعالی 14 نورا قبل خلق الخلق ب 14000 عام، خداوند متعال 14 نور مقدس را قبل از خلق خلائق به 14000 سال آفریده. حدیث آخر این صفحه یا جابر کان الله ولا شیء غیره لا معلوم ولا مجهول فاول ما ابتدع من خلقه ان خلق محمدا صلی الله علیه و آله و خلقنا اهل البيت معه من نور عظمته. جابر خدا بود و هیچ چیزی نبود، نه چیز معلوم نه مجهولی، چی نبود غیر خدا. پس اول چیزی که آفرید از خلق ما را، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت اطهار علیهم السلام را از نور عظمت آفرید. این که شما دیشب آمد اینجا حدیث خواندی که خدا امام باقر علیه السلام گفته که خدا بود و بعد چیزی بعدم عالم چیزی نیست، در آینده هم چیزی نخواهد بود، فقط خدا موجوده، این حدیث دروغه. شما یک انسان دروغگو هستی، من دیگه با شما حرف ندارم. مرحوم امین الشریعه خود اینی که من میخونم پیدا کنید. برو دیگه برو امین، الان برای دروغگویی شما کافیه دیگه، اینجا زنگ نزن دروغگو. بله احادیث دروغ را چند شبه که اینجا احادیث دروغ را آوردی اینجا علم میکنی. بله من همون دیشب هم گفتم که این حدیث خیلی بعیده این حدیث باشه، و من دیروزم گشتم در کتب دیدم که همچین حدیثی نیست. عجب آدم دروغگوی هستی شما، جماعت مرام شما جماعت صوفی با راستگویی درست نمیشه، باید دروغ بگید، حدیث دروغ ببافید یا مثلا آیه را خلاف معنای آن مقصود بگیرید تا وحدت وجود را ثابت بکنید. با راست گفتن وحدت وجود ثابت نمیشه. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم آقا، عزت زیاد، خدا سلامتی بده جان. خوبی آقا؟ سلامتی. خدا خیر. خوشحال شدم که صداتون رو دارم میشنوم. زنده باشید. شب میلاد امشب شب معبد به شما و شیعان خلاصه تبریک میگم. بعد خلاصه این شب
دل همه شیعان شاد که دید آقا خدا خیرتون، یعنی با شیعه بران بقول بسن زلفاقار انگار مانند زلفاقار رو آزد تو ذهن این آقا سید، خلاصه دل ما رو خیلی شاد کردی. سلامت من باشد. یه توصیه داشتم بیا آقا سید که این میمونه مثل مانند میمونه که بقول بسن یه قاشق آب نمک دستت بگیره باشه داخل لیوانی بریزی هر چی پرش بده اینا تکونش بده خلاصه این آب شورتر میشه. بله خدا خیرت. یه دقیقه دیگه آب شورترش نکو دیگه، همه میدونن دیگه بقول گفتن شما دیگه کفرت ثابت شد، این کارا کار درستی نیست. خلاصه این بعد آجا یه سوال ازتون خدمتون داشت جان، راست من یکم استرس هم گرفته چون اولین بار واسه سید این بار دارم سوال کنم بعد چند ساله آجا باشین. من خواستم سوال از این که نمیدونم حالا اگه جاش مناسب باشه سوال میکنم، خواستم ببینم این افغانیه که میرن به سوریه شهید میشن اینا جریان چطوری واقعا شهید میشن؟ یعنی حکم اسلام نمیدونم چطوری، حالا خیلی از اینجا رفتن اطلاع دارم. بله اجازه بفرمایید. خیلی متشکر. هر کسی که سوریه میرد برای دفاع کردن از رژیم بشار اسد، بله این بله خون خود را هدر میدهد و اجری در آخرت ندارد. دفاع کردن از شیعیان که زندگیشون در خطر در سوریه و جاهای دیگر و همچنین دفاع کردن از حرم حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت حرم حضرت رقیه سلام الله علیها، این جایزه بلکه واجب و لازمه. و حکومت ایران به خاطر حرم حضرت زینب سلام الله علیها نیست که اونجا استادگی میکنه، او کار به حرم نداره، هدف او و سر پا نگه داشتن رژیم بشار اسد. اون کسانی که واقعا فقط از حرم دفاع میکنن اون جایزه، اون من حرفی ندارم. اما این جنگ به خاطر حرم نیست، این جنگ چیه؟ جنگ به خاطر بشار اسده. او کدام دفاع از او شرعن و ولی جایز نیست که آدم بر از او دفاع بکنه. کیه او؟ سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. عزت زیاد سر برم بفرمایید. یا حیدر مدد بفرمایید. درود خدا بر تو ای ذوالفقار بران امیر المؤمنین سلام الله علیه. خدا خیرتون بده، خدا سلامتی بده. حاج آقا در از مزاحمت من یه چند کلمه با این سید قلابی حرف داشتم اگر اجازه بدید. بفرمایید سرور من. آقا سید قلابی، پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سست و بی‌تمکین بود. این سرباز ولایت چطور پاتو خورد کرد؟ با ولایت در افتادن این چنینه. وقتی من چشمای تو رو نگاه میکردم، چشاتو گرد میکردی، خدای من میدونه شم رو میدیدم، خدا میدونه خوری زدا رو میدیدم. یعنی با ولایت در افتادن آسون نیست. تو مدرک سیدی تو از کجا گرفتی؟ از اون سید هستی که وقتی اومد لعنتون را علی حمله کرد به ایران، وقتی اومدن حمله کردن، تجاوز کردن، غارت کردن، سرکرش رفتن گفتن که یا عمر ادهی این زنان باردار شدن، بچه دار شدن، چه کنی؟ گفت این بچه ها سرور من عذر میخوام، تلفن شما قطع شد. شما بله من میخواستم از بیانات شما استفاده کنم، شما اگه محبت کنید دوباره زنگ بزنید. سلام علیکم بفرما. الو بفرما. الو سلام علیکم بفرما. آقا من یک ساعت منتظرم. خب بفرما، صدا شما پخش میشه. سلام بفرما. الو سلام آقا، حرف بزن ولی قطع میکنم. سلام. الو سلام علیکم. سلام علیکم. الو آقا بفرمایید. الو بفرمایید جان. من چند تا حرف مختصر داشتم ولی باشه این دارم که شما تحمل نکنید قطع کنید. اتحایی عدد ایش در کار نیست، یعنی باییم پشت بگیم و دو بیراه هم بگیم تو کلمه میخواییم حرف بزنید ولی من صدای شما رو ندارم. صدای من رو ندارید؟ خب بگو. اولا راجع به این بیادبهایی که به آقا بیادبی کردم، بیشوی خطب کردم، من خیلی سراحتا نزدیکنم بیشوی خودشم.
بله شما حق نداری، حق نداری کسی که به من اینجور فحشا داد به او بیایی، به کسانی که او را مذمت کردن او را بیشعور بگویی. دیگر شما بهره از علم نداری. کسی که به من اونجور فحشا را داد اینجا جلوی چشم این همه مردم، خب اینجا بحث علمیه، اون حرفای رکیک را زد، دیگر شما آمدی به کسایی که او را مذمت کرد اونا را بیشعور میگی، من با شما حرفی ندارم. سلام علیکم، بفرما خط مخالفین. با عرض سلام و خسته نباشید. زنده باشی. نسبت به مباحثی که امروز مطرح شد یک جان. سری مطالب انتقادی داشتم اگر اجازه بفرمایید. بفرمایید. یکی یکی باید من جواب بدم، اون حرفایی که شما لزوم جواب داره من باید جواب بدم، بفرمایید. بله، در ابتدا عرض کنم برای اینکه اهانت به بنده رو روا ندارید، بنده نه دجالی هستم نه صوفی هستم جان، اینها را ملعون خدا میدونم طبق نظر شما. درست. عرض کنم خدمتتون که یک روایتی هست، ابتدا اینو میخواستم عرض کنم، در روزی کافی حدیث 22، من فارسیشو میگم مردم متوجه بشن، اگه احتیاج شد عربیشم خدمتتون عرض میکنم. امام میفرماید روحی فدا، ای مردم امام را در تنگنا و بنبست قرار ندهید. در تنگنا و مشقت قرار دادن امام علیه السلام بدین معناست که کسی نزد امام نسبت به پیروان شایسته کار امام و کسانی که در برابر او تسلیمند و در ادای حق و شکیبایند و به مقام او عارفند سعایت و فتنه نماید تا امام نخواسته و از روی تقیه آنان را لعن نماید، که لعنت امام نسبت به ایشان موجب نزول رحمت خدا بر آنها می گردد و لعنت خدا و ملائکه و پیامبران بر فتنه کننده و سائی نازل خواهد شد. نسبت به این حدیث خواستم هم نظری دارید بفرمایید. شما که اینقدر میگه درباره مسائل این مناظره ما حرفی داریم، این چه ربطی به این مناظره داره، چه ربطی به این مطالب این جلسه داره این حدیث؟ این حدیث اولش اینو اثبات میکنه که به نظر بنده یک مسائلی هست که یک عده کسانی هستند که پیش امام رفتن سعایتشونو کردن، امام گفته این عده ملعونه، ولی در حقیقت اینا ملعون نبودن، حداقل اینقدر ثابت مینو. خب این چه رفتی به ما داره؟ مثلا یک کسی رفته از زراره مثلا پیش امام علیه السلام چیزی گفته، به خاطر این که امام علیه السلام اون مخالفین فکر نکنن زراره شیعه هست، جلو چشم مخالفین جاسوس های دولت زراره را بد گفته، مذمت کرده زراره آدم نادانیه، گمراه هست، شیعان ما نیست، ملعونه، رافضی نیست، مثلا اینطوری گفته شیعان ما نیست تا دولت زراره را دستگیر نکنه، اذیت نکنه. خب این چه ربطی به ما داره؟ نه منظور امام رو ما نمیدونیم. من منظور همینه، اون زمان تو که روایت بلد نیست، نداری نیستی جان من، تو اصلا این ربطی این به این مسئله ما هیچ ربطی نداره. در زمان ائمه علیهم السلام، ائمه علیهم السلام از بعضی از شیعیان جلوی چشم مردم نامحرم اظهار براءت میکردن، مانند زراره، و این احادیثش موجوده در کتب رجال که زراره را لعنت کرده امام علیه السلام، لعن الله زراره، لعن الله زراره، لعن الله زراره. اما این به خاطر این بوده که زراره محفوظ بشه، دولت او را کاری نگیرد، به خاطر این بوده. خب این ربطی به ما نداره بزرگوار. بله، شما لطف میکنین امروز از گلشن راز صفحه 15 یک مطلبی خوندین رو رد کردین، اینو این از این همه مطلبی شما خوندین من میخونم. اشیا عبارت از کثرات عالم است که به حقیقت عدم است و اصل همه اشیا حق است. اینجا نگفته همه اشیا حقه، میگه اصل همه اشیا. باش من پیدا کنم صفحه 15 رو گفتین؟ صفحه 15 همون امروز خوندین شما، شرح گلشن راز همون چاپ شما بود فکر کنم. بله بله، دست شما دیدم. بله این اینه گلشن راز. بله، اشیا عبارت از کسرات عالم است که به حقیقت عدم است و اصل همه اشیا حق تعالی است. چه اصل هر استی فی الحق، اصل هر است شی فی الحقیقه هستی اوست، و عالم که نیستی است به حق استی هست هست گشته و رجوع همه بدوست، بلکه در حقیقت خود همه اوست، یعنی حق تعالی همه اشیاء است و غیر او هیچ موجودی نیست. خب این وحدت وجوده دیگه. شما نصف جمله رو خواندی، خب بقیه‌اش هم بخوان. عرض کنم خدمتتون با دو مقدمه. بله، یکی اول که گفت به حقیقت این کثرات عالم عدم است. بنده سوال میکنم، ما امروز فرض میکنیم که در عوالم این اشیاء، الان شما به من زنگ زدی، من هستم نیستم اینجا، ما
فرض کنیم شما موهوم و خیالی هستید، فرض میکنیم اصل شما، رفتیم قیامت دیدیم نه شما موهوم و خیالی نبودید اصلتون، این چه ضرری به توحید داره؟ خب بزرگوار، این که خداوند متعال به صورت اشیا ظاهر شده عالم، نه این که حرف را مصنف که نگفته که ما فرض میکنیم، اجازه بده، این حرف شما مصنف که نگفته، مدعای مصنف، مدعای عرفا را شما مد نظر بگیرید و اون وقت اشکال اون حرف را، حرف مصنف اینه که اشیای که در عالم هست اینا همشان موهوم و متخیله، وجود ندارد، فقط حق تعالی وجود دارد که به صورت این اشیا ظاهر، اجازه بده، به صور این اشیا ظاهر شده و اینها تجلیات او هست و صور اوست و بجز از او هیچ چیزی وجود ندارد، همش خیاله، همش وهم اندر وهم. شما میگید این چی اشکال داره؟ خب اشکالاتش خیلی زیاده، یک اشکالش اینه که این مخالف بدیهیاته، واقعا اشیا وجود دارد، واقعا من وجود. شما به من زنگ زدی، من موهوم نیستم، شما خودت موهوم نیستی، تلفن در دستت گرفتین موهوم نیست، یک کسی بیاد با سیلی به صورت شما بزنه یا پسر شما را کتک بزنه، شما زود میری بیرون کتکش میزنی، میگه چرا پسر من را زدی، اینا وهم نیست، اینا حقیقته، رسول خدا صلی الله علیه و آله حقیقته، واقعا خدا او را آفریده و این اشیاء اونایی که بزغاله میپرست، بز گوساله میپرستیدن، اونها خدا را نمیپرستیدن، اونها بت پرست بودن، این خیلی نتیجه دارد. شما میگین چی مشکلی داره؟ مشکلش خیلی زیاده. بفرما. عرض کنم که اول میگه که موجودات عدمن، نیست، هیچی نیست، خیالیه. خب پس هیچی که نیست چطور خدا هست؟ این نمیگه اینا خدا هست، میگه هیچ چیز در اصل نیست، کل من علیها فان. نمیگه اون افرا، اینا میگه غیر خدا هیچی نیست، نمیگه که هیچی هیچ. بله غیر خدا هیچی نیست، همونو من میخوام. شما میگه غیر خدا هیچی وجود نداره؟ بله میگم غیر خدا هیچ نیست. نیست؟ خب چرا زنگ زدی اینجا؟ چرا این حالا یک کسی بیاد مثلا بازن شما فلان کار رو بکنه وجود نداره؟ سراب که شما تا صحرا میبینید سراب هست یا نیست؟ سراب، آفرین، سراب، سراب، سراب نیست. شما در صحرا سرابی نبینندگان عزیز، در صحرای داغ، در صحرای دارک که از دور نگاه بکنی سراب وجود نداره. این عالم اینطوری نیست که پس سر عالم سرابه، عالم سراب نیست. قیامت میبینیم که عالم سرابه. سراب سراب نیست عالم، عالم واقعا موجوده برادر من، این قرآن حقه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم واقعا بوده، من هستم، شما هستید، اینا سراب نیست. سراب اگر باشه خب این تکلیف از برای چی؟ تکلیف از برای چی؟ قرآن از برای چی؟ عبادت از برای چی؟ یمش سراب دیگه. نه اصلشون، نه هستیشون، اصلشون سرابه. اصلش منظور چیه؟ همین حالا اصلش من کار ندارم که در ذهن شما منظور اصل چیه، همین الان من و شما سراب هستیم؟ بله سراب هستیم. خب دیگر من با شما حرفی ندارم دیگر، این امشب اگر کسی امسایه آمد مثلا مال شما را برد هیچ جنگ نکن دیگر. من چرا کافر بشم؟ به خاطر اینکه شما همه، اولا که این حرف باطل، یکی این سراب باشد، ثانیا این که شما همه اشیار، این کسانی که میگن عالم سرابه، اشیاء ماهیت معدومه، همه اشیاء را خدا میدانند، همه اشیا خدا هست، خدا هست که به این صورت جلوه شده، من خدا هستم، شما خدا هستید، این اشیا که ظاهر شده اینا خدا هست که ظاهر شده به این صورت. نمیگه واجب الوجود و ممکن الوجود، این وجودش، این وجودش حقه، ممکن الوجود، نه تنها وجودش حقه، وجودش وجود. اجازه بفرما، بفرما، اجازه بفرما، ممکن الوجود، شما فکر میکنی که این وجود و ماهیت اینها در خارج دو شیء هستند، و وجود وجود داره ماهیت نیست، این یک حرف ابلهانه ملا صدرا، احمقانه ملا صدرا هست که ماهیت در خارج وجود، و ماهیت ها در خارج حقیقتا وجود دارد، من واقعا وجود دارم، شما واقعا وجود دارید، این بدیهیه. یه روایت، یه آیه گرم استدلال کنید که بگه واقعا وجود دارم. این همه آیات قرآن کریم، مثلا این دعای عرفه سید الشهدا امام حسین علیه الصلاه و السلام، من دعای حق الا ببین این دعاها را روایت خیلی زیاده، بله ان فی خلق السماوات والارض، این که خدا خلق، بله خداوند متعال زمین و آسمان را آفریده، این همه روایت و دعا اینا ما نمیگیم نه آفریده، خب آفریده، پس چی را آفریده؟ این موهومه، وهمه، چی را آفریده؟ مکر و مکر الله، ان الله خیر الماکرین. خب چی ربط به چی ربطی به ما داره این؟ چه دلالت بر مدعای شما داره؟ خب والله خیر، وجودی نمیتونه وجود داشته باشه. بله خدا چی نشده؟ غیر خداوند، وجود خداوند، وجودی دیگر نمیتونه مستقلن مستقلن، درسته، تو مستقل، این که غنی از خدا باشه قطعا وجود نداره، اما وجود داره، خدا آفریده.
اون قسمتی که مستقل نیست اون مرحوم خیالی ما اصلا نیست، اصلا مستغیر خدا. اما اینهایی که در عالم وجود داره کل ما سوى الله اینا حقیقتا وجود داره و خداوند متعال با قدرتش با ارادهش اینا را آفریده، اینا مخلوق خدا هستن. هیچ کسی نگفته از متکلمین از محدثین، گوش کن جان من، گوش کن یک لحظه، کسی نگفته که اینا مستقلند. ما اگر میگیم که من وجود دارم شما وجود داری، این خدا این خانه را آفریده این جهان را آفریده، معناش این نیست که اینا مستقلند، اینا مخلوق خدا مرزوق خدا هستند. خدا اینا را آفریده، خدا اینا را از کتم عدم به وجود آورده، هر به اراده خود و قدرت خودش و حکمت خودش، و اگر اراده بکند اینا معدوم میشن، اینا نیست میشه اگر خدا بخواد اینا را هلاک بکنه از بین ببره. کل من علیها فان در حال حاضر فان کل نه نه این معنای این آیه مبارکه نیست، اینا من جواب میدم. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذی الجلال والاکرام، این معنای این آیه اصلا این نیست، این معنایش اینه. خب که معنای خودتو باید دلیل روایی بیاری. آفرین، دلیل روایی براتون میارم. اول من این آیه را مثلا براتون، این شما از من دعا خواستی در احادیث اهل بیت علیهم السلام، کلیات مفاتیح الجنان، الا گوش کن دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع، مانند ساختار خداوند متعال هیچ کسی نمیتواند چیزی بسازد بیافریند. والجواد الواسع فتر اجناس البدایع، خداوند متعال اجناس اشیاء را اینجا ترجمه کرده و انواع بدایع مخلوقات را بیافرید. و اتقن بحکمته الصنایع، خداوند متعال اینا را با حکمت خود چیزای را آفریده، خوب آفریده. لا یخفا علیه الاطلاع، خدا اینا را آفریده یا اینا وهمه، اینا مثل خیاله، هیچ خدا خودش آمده ظاهر شده، این چه حرفیه؟ اما و ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل من عليها فان. بله من اینا جواب میدم دیگر، وقت شما تمامه، من برم بقیه تلفن ها رو بگیرم. خب بزرگوار، ما سوالمون جواب نیافتیم. خب من این جواب میدم، شما اجازه بفرما من اینا جواب میدم. دوستان عزیز بیننده این آیه را که اینا جماعت خب چشم دوستان عزیز بیننده که در روایات آمده که کل شیء هالک الا وجهه یا کل من علیها فان، اجازه بفرما من حرف بزنم دیگه، از من روایت خواستی. این کتاب شریف تفسیر البرهان نوشته مرحوم بحرانی. بله بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه قصص آیه 88، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تدعوا مع الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. خب در زید این آیه مبارکه روایت زیاده. بله سألت ابو عبد الله عليه الصلاة والسلام كل شيء هالك الا وجهه، که هر چیز هالك هست. فرمود كل شيء هالك الا من اخذ الطريق الذي انتم عليه. كله یعنی هالك در اینجا به معنای اینه که هر چیزی بله هلاک می شود، مورد عذاب خدا واقع می شود، مگر اینکه بر اون راهی که اهل بیت علیهم السلام فرموده اند بر اون راه آدم قدم بگذاره. معنایش این نیست که اشیاء معدومه اینا عدم تخیل همگیش، منظور این باشه. بله قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه، فرمود الا من اخذ الطريق الحق، یعنی همگی مورد عذاب هلاکت مورد عذاب خدا هستند مگر اینکه آدم راه اهل بیت علیهم السلام را قبول بکنه و ایمان بیاورد. حالا درباره و کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذی الجلال والاکرام روایت آیاتون را براتون روایت ذکر میکنم دیگر، اجازه بدید من خط بعدی را بگیرم، دوستان زیاد منتظر بودن. نه اجازه میفرمایید جواب. خب یک سوال آخره، این سوال آخره بفرمایید. من سوال ندارم، من با شما مخالفم، دارم مناظره میکنم تقریبا. خب شما که حرف دلیل که نداری بفرمایید، دلیل محکمت را برای اینکه اشیاء معدومند بفرمایید. عرض کنم جواب پاسخ اولت اینه که دعای شریف امام حسین علیه السلام فرمودین. بله سوال ما این بود، نه این نبود، سوال ما اینه که آیا مخلوقات موهوم هستن یا نیستن؟ نه موهوم، این روایت دلالت بر این نداره که مخلوقات موهوم هستن یا نیستن. این که خدا میفرمای خداوند متعال اینها را با صنعت کرده آفریده و اینها را با حکمت آفریده و با اتقان آفریده. سراب هم آفریده. ها؟ سراب هم آفریده یا نه آفریده؟ سراب اصلا موجود نیست، سراب را نیافریده خدا، سراب معدومه، سراب معدومه، سراب وجود سراب معدومه، سراب وجود نداره. اون چیزی که از دور میبینی دوستان عزیز، خداوند متعال یک امر معدوم، یک امری که وجود نداره آیا به او وجود تعلق میگیره؟ او اصلا معدومه، خدا نیافریده و سراب را.
سراب دوستان عزیز اجازه بده من یک لحظه صحبت کنم. اجازه بده. سراب چیه دوستان محترم؟ سراب اینه وقتی که شما در صحرا حرکت میکنید در تابستان گرم، دور که نگاه بکنید چشم انسان خطا میکنه. دور در صحرا به خاطر شدت گرما و شعای آفتاب آدم آب میبینه، آب نیست، اما این چنین جلوه میکنه مثل آینه، مثل آب میدرخ. اجازه بفرما، میدرخشد مثل آب. این سرابه، این سراب حقیقتی نداره. این سراب چیه؟ این که چشم انسان خطا میکنه، نور خورشید به زمین اصابت میکنه و از زمین اون نور خورشید تلالو پیدا میکنه. انسان فکر میکنه که در این راه دور اونجا یک جوی آبیه، یک بحر آبیه، یک دریاچه ای هست، در حالی که اونجا هیچ چیزی نیست. ایشان میفرماید خدا این سراب را آفریده. نیافریده سراب را، عالم سراب نیست، خداوند سراب را نیافریده. اونجا چیزی به نام سراب اصلا این وجود نداره. این که شما بگی که بله پس سراب را آفریده، دنیا هم سرابه دیگه، این از خیال سرایی های حضرت عالیه. خداوند در قرآن کریم میفرماید روز قیامت و تر الجبال کان هباء منبثا. روز قیامت این کوه ها مانند پنبه به هوا میپرند. حالا اونجا چه عذابی نازل میشود؟ حقیقت اینها رو میبینه. اینطوری نیست. روز قیامت که مثلا مردم از قبر بیرون میآیند، روز قیامت کوه ها مانند پنبه به آسمان بلند میشه، ما این راحت بله اون معناش این نیست که اینا معدومه، وجود نداره. چه دلیلی ما میگیم هست؟ معناش اینه که یعنی موجودات در الان بزرگوار الان شما معدوم هستید، وجود ندارید. از وجود ما از خود اون وجودی که مال خداست هست، ولی اینی که من اسم من حامده، نه این حامد خرابه، روز قیامت متوجه میشی. خب یک کسی بیاد شما، خب چرا شما این تلفن اینجا زدید؟ چون که معدوم هستی چرا با من مناظره میکنی؟ مکر خدا و مکر او و مکر آه خدا با من مکر کرده. طاهرها آه لا من متوجه شدم که شما میگید با مکر او مکر الله، مکر الله والله خیر الماکرین. منظور شما اینه که خدا با من مکر کرده، چیزهای غیر حقیقی رو ما حقیقی میبینیم. بله بله. پس شما از خدا زرنگتری که خدا، شما خدا مکر کرد و شما فهمیدی مکرش را، که این مکرش بله مکر. شما مکر خدا را متوجه شدی. پس پس قول شما همینه که اون که اون چون بله غیر خدا هم موهومه، و اون قول ابن عربی که گوساله را پرستیدن عین خدا را پرستیدن، درسته؟ گور پدر خب نه جان کلام شما همونه دیگر. حالا ابن عربی را فحش بدی جان کلام شما همونه. درسته؟ بله. آره. میگه کل من علیها فان، یعنی در حال حالا این حرف شما واقعا بینی و بینک، بین الله، بینک و بین الله، بین خودت و خدای خودت و عقل و وجدان خودت، این حرف گفتنی اصلا؟ شما امیرالمؤمنین قسم غیر خدا هیچی نمیبینم. غیر خدا همه چی موهومه، منم خدا هستم. خدا من الله یاری در تلویزیون الان آب میخورم، من خدا، خدا آب، خدا آب را گرفته. و این آدم خدا هست، خدا خودشو میخوره. من سوال کردم از شما، اونی که از دور میبینی سراب میبینی یا نمیبینی؟ اون که خطای چشمه، اونم میدونم خطای چشمه، اما جهان سراب نیست دیگه. من ببین یک جا، یک جا اگر سراب بود، حدیثی هست که بگه جهان سراب نیست؟ حدیثی هست که بگه جهان، من سراغ ندارم که حدیثی بگوی با این کلمات که جهان سراب نیست. امام زمان ظهور بفرمان از ایشون سوال بکنیم. حدیثی با این لفظ باشه که جهان سراب نیست. این همه که فرموده که بس دلالت بکنه، نه با اون لفظ نباشه، دلالت بکنه. این همه احادیث که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بت‌های مکه را شکستن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مثلا در اون تاریخ خاص 18 ماه ربیع به دنیا آمدند. بعد دیروز مثلا یا امروز روز چیشان بود؟ روز بعثت ایشان بود. اینا همش خواب و خیال و سراب دیگه. چون حدیث نیامده که بگوی با این کلمه، نص کلمه که بگو دنیا سرابه. اون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هجرت کردن، اون جهاد در در بدر و در احد جهاد واقع شد، اینا همش خدا بود با خودش میجنگید. میگم اتفاقا تو حدیث اومده که دنیا سرابه. من که ندیدم جانم. دنیا سرابه نه به این معنایی که شما میگید. دنیا یعنی لذات اجازه بفرما اگر باشه هم در جایی که گفته شده دنیا سراب هست، اون نه به این معنا، همون که میگه متاع دنیا قلیل، متاع دنیا قلیله، به این معنا که شمایی که دنبال پول میروید، شمایی که دنبال راحتی و لذات دنیا در گناهان میروید، این یک وعده پوچیه. شما نه لذت میابید، نه مسرت میابید. به این معنا دنیا، به این معنا، نه اینکه مخلوقات اینا وجود ندارن دیگه. برادر من خداحافظشون، حرفای شما دیگه این قد آره کفر واضح و روشنه. این کسی که بگوید که این اشیا خدا هست،
الان شما میگید من خدا هستم دیگر، من پرسیدم شما بجز خدا چیزی نمیبینید، من خدا هم دیگر این استکان خوردم آبش خوردم، من خدا خودم خوردم. این غیر از اونه که ما بگیم اون خدا، اون خدا نیست، ما میگیم اون موهوم نیست. خب بله کتاب خدا هست. خب این حرف احمقانه ایه، اگر شما بگی این اشیا هیچی وجود احمقانه نیست، اینو خیلی از عرفا گفتن. خب همون عرفا در کنارش این هم گفتن، ببین در کنارش این هم گفتن که اینها که وهمه، این خدا هست که به این صورت ظاهر شده، این هم در کنارش گفتند، گفتن خدا که به صورت اون اجل سامری گوساله ظاهر شده، خدا هست که به صورت بت‌های قوم نوح علیه السلام ظاهر شده، خدا بود که به صورت فرعون ظاهر شده بود. فرعون که گفته انا ربکم الاعلا، اجازه بده، فرعون که گفته انا ربکم الاعلا، من خدای بالای شما هستم، راست گفته، خدا به اون صورت ظاهر شده بود. ابلیس هم خدا هست و در کنارش اون هم گفته، اون کفر اون کلام. آخرین سوال، و ام شیء لا یصبه به حمد گوساله سامری، هم به خدا میگفت یا نمیگفت؟ و این من شیء الا یصبح بحمده، این بله اما خدا نبود. ببین ما هر تمام شراب نجف ذکر خدا میگه یا نمیگه؟ بله 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 بله، ما نمیدانیم که ذکر همینه دیگه. خب اینا مخلوقند، عبد خدا اند، نه اینکه خدا باشند. مخلوقه بله. خب خلاص شد دیگه، شما یکیشو بگو، موهومه یا مخلوقه؟ مخلوقی که اصلش نیست، نیستی سابق نبوده، قبول دارم اصلش اولش هیچ کی نبوده، خدا بوده، بعد اینا رو خدا واقعا آفریده. الان نه آفریده، مخلوق هست یا نیست؟ الان آفریده، مکر کرده، مکر کرده. شما زرنگتر بودی که اون مکر کرد، شما مکرش هم متوجه شدی. فهمیدی دیگر، خدا مکر کرد بله این دنیا را به صورت سراب که شما را گول بزنه، شما فهمیدی گولش نخوردی. یلا 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 این خوز عملات ول کن، یلا یلا عجب، با خدا قسم آدم این عارف واقعی، عجب روزگار، عجب گیر کردیم جان برادر، با خدا. بله سلام علیکم. یلا سلام علیکم ورحمت الله. خوب هستید؟ زنده باشی، سلامت باشی، بفرم. عید مبعث رو به شما و همه شیعیان جهان تبریک عرض میکنم و برای همه شیعیان آرزوی توفیق میکنم. زنده باشی. آجا در رابطه با بحث امشبتون یکی دو تا جمله داشتم. بله. عرض شد این که شاید حالا دارم با برخی از نظرات بینندگان محترم متفاوت باشه. بله. موضوع بحث رو فرمودید که وحدت وجود. اون بنده خدا سید هم من با خودش کار ندارم، با صحبتاش و محتوای مباحثم کار ندارم، در رابطه با وحدت وجود صحبت میکرد و پاسخهایی هم داد، ولی حضرت عالی همش میچسبوندید به ابن عربی، اونم میگفت آقا من با ابن عربی کار ندارم، در رابطه با وحدت وجود میخوام صحبت کنم. و من احساس میکنم که یه مقدار این جلسه با جلسات قبل آیه موسویان متفاوت بود و امشب ببین من اولم گفتم برادر بزرگوار گوش کن، ما با نظر شخصی آقای موسویان کاری نداریم، ما وحدت وجود آنطوری که بزرگان و مؤسسین عرفان و رؤسای عرفان که تمام عرفا را قبول دارند با اون نظر کار داریم. اتفاقا نظر آقای موسویان هم همون بود، نظر آقای موسویان هم همون، عرف اجازه بفرما همان بود. اما این که ایشان بگوید نظر شخصی من چیز دیگریه، من با نظر شخصی فرد ایشان کار ندارم. اون نظر آقای موسویان اصلا کیه؟ آقای موسویان محلی از اعراب نداره. ابن عربی، قونوی، مولوی، اینها بزرگان صوفیه هستن، بزرگان عرفان هستن. و اون وحدت وجودی که اونها گفته، اجازه بفرما وحدت وجودی که اونها گفته، وحدت وجود اونها که گفته عین کفره. اما این حرفی که آقای موسویان میگفت که من یک وحدت وجود دیگر میفهمم، این حرفشان اصلا وحدت وجود ایشان غیر از حرف ابن عربی نبود، عین حرف ابن عربی بود. حالا شما اگر متوجه نشدید به خاطری که ایشان در قالب اصطلاحات صحبت کرد دیگر، اون بله اون من نه من که بحث وجود و عرشبت ماهیت رو و این که ماهیت و تخیلی هست اینا رو که همه رو میفهمیدیم، بررسی دیدگاه های ابن عربی، نه وحدت وجود. نه جان من، وحدت وجود آنطوری، وحدت کدام وحدت وجود؟ وحدت ببین ما وقتی که میگیم امامت، مسئله امامت را مطرح میکنیم، صحبت کدام امامت را ما میگیم؟ امامتی که شیعه میگوید، کدام امامتی که شیعه میگوید؟
مثلا اون جهال مثلا فرض بکنید جهال یک عده شیعیان جاهل در یک جای جمع شدن، اونا ملاک هستند، یا اون که بزرگان تشیع اون چیزایی را که گفتن، امیرالمؤمنین علیه السلام در امامت چی گفته، امام صادق علیه السلام چی گفتن، یا اون کسانی که علمای شیعه او را قبول دارن همگی، مانند شیخ مفید، مانند سید مرتضی، مانند شیخ طوسی. خب اینا نظریات اینا مهمه جان من، بفرما. وقتی که ما وحدت وجود میگیم، استدلال میکنیم که وحدت وجود را ما درست فهمیدیم و بر آن استدلال میکنیم از نصوص و کلمات صریحه، که از کلمات صریحه ابن عربی. این به مثابه اینه که یک شخص عمری بیاد بر ما استدلال بکند از کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام. شما بگو که چرا با کلمات امیرالمؤمنین اصلا چیکار داری؟ اون کسی که عمریه میآید بر من استدلال بکند، او کار داره با کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام، با کلمات شیخ طوسی، شیخ مفید، چون علمای شیعه اونا را قبول داره. ابن عربی بزرگ عرفانه، ابن عربی، مولوی، قونوی، ابن فارز، اینا کسانی هستند که تمام عرفا او را قبول دارند. این بنده خدا خودش هم عرفانی که بلده این را از کتب ابن عربی یاد گرفته و خودش کتب فسوس را تدریس میکنه. لذا شما نگید که شما چرا ابن عربی شخصیت کوچیکی نیست. ابن عربی بزرگ این طایفه است، مؤسس این طایفه هست. شما نظراتش رو تاییدم میکردید که تا اینجا درسته، ولی نظرتو در رابطه با گوساله بگو. من نظر ایشان را کاملا تایید نکردم، این حرف شما کاملا اشتباهه. من بارها گفتم که من کجا تایید کردم نظر ایشان را؟ ایشان میگفت ماهیات اینا هم معدومن، من اینا هم مخیلن، من کجا تایید کردم؟ نه ایشان چون رو ببین، ایشان چون ماهیت و وجود و ماهیت رو و این تخیلی هست میفرمودی که بله تا اینجا که حرف ما. من نگفتم که ماهیت تخیلیه، من کی گفتم؟ من میگم من واقعا وجود دارم، این ماهیاتی که در خارج موجوده واقعا وجود دارد، من کی گفتم اینا تخیلیه؟ دو تا وجود گفتن هست، وجود و ماهیت، اون که ثابت هست و اصل وجود یالا یالا. هست، ولی ماهیت شما خودت هم دو تا نیست، یکیه. این در ذهن دو تا هست، در خارج ماهیت موجوده، شما وجود نداری الان. این حرف پیش پا افتاده که ماهیت وجود نداره، ماهیت معدومه. این کتاب اجازه بفرما، این حرف باطل که در خارج فقط وجود ماهیت نیست. این ماهیت یعنی چیستی، اون چیزی که شما در جواب چیست جواب میدید. ماهیت یعنی اون، شما میگید که حیوان چیست فلانه، بله انسان چیه فلانه، جواب چیستی. این انسان در خارج وجود نداره، انسان در خارج وجود، در خارج ذهن، در دنیا وجود نداره. این چه حرفیه که ماهیت وجود نداره؟ این فقط این حرفای فلاسفه، حکما و عرفا، حرفایشان خلاف بدیهیات، خلاف بدیهیات. این حرفای این احمقانه هست، باطله، ماهیت وجود نداره. من کی تصدیق کردم حرف او را؟ من اینطوری نبود که من فقط اون حرف او را ببرم روی ابن عربی و اونجا بپیچانمش. این دیگه که شما الان متوجه نشدی یا عمدن اون متوجه شدی اونجا خودت را گول میزنی، اون گناه من نیست. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام. بفرما جان برادر. آقا شما نیست؟ الو. بفرمایید. بس شما آقای ممنون. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، انت سمیع علیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، من مولا و نعم النصیر. آقای الله یاری، من یه سوالی دارم. من الان به نمایندگی از عالم شیعه زنگ زدم، شما تو رول کسی گذاشتی میگه حمام منصوری، حمام منصوری، این چه معنی میده؟ اونو فکر کنید. سلام علیکم، بفرما. صحبت کن. عالم جلیل قدر بلند مرتبه، مالک اشتر زمان، آقای الهیاری، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. خدا خیرتون برسه. باشید، در حفظ و پناه خداوند باشید. میخواستم که با آقای موسویان بگویم که آقای موسویان نارسایی های عالم از سخن پیدا شود، پسته بیمغز اگر دان باز کند رسوا شود. شاید شما بگوین که نه، درس خوانده ایم عالم هستم، ولی خب درست است که شما درس خوانده عالم هستین، ولی جای دیگه هم شاید میگه که خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید هنوز خر باشد. درست است درس خواندی، ما به خاطر یه گفه میزنم که تو هم سید است امام و از لحاظ سنی هم ما خودت کدام فرق نداریم، تفاوت نداریم،
به این خاطر همی از اوشی را در مصداقش با شما تحویل دادم. ولی اینکه عالمی که درس خوانده باشه حتی اقل یک انسان کوچیک و یک دشنام نمیده و او حرفایی را نمیزنه که شما با یک عالم بزرگوار زدین. واقعا شما عالم هستین. اگر علمیت این طور باشه، اخلاق عالم این طور باشه که با یک عالم بزرگوار که در مقابلش نشسته و گپ میزنه، وقتی هم گفته بودین 6 سال از ما پای منبر شما شیشتم، چطور شما این حرف زدین؟ چطور شما دشنام دادین؟ حالا من اونمو حرفی را پس برای خودتان میگردانم و میگم که شما که گفتین پس گو خودتان خوردین. خدا حافظ آقای علایی. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خدا خیرتون بده، سلامتی بده. سلام علیکم، بفرما بزرگوار. سلام علیکم. عزت زیاد، بفرما جان. آقای علایی، وقت مناظره شما با این میکنید، بنده بهرامی هستم. بهرامی، با شما ما مناظره کردیم بر ولایت فقیه. شما بله همسطح ما نیستید جان من. اگر سوالی دارید بفرمایید. اساتید تو اگر بیاری، اساتید تو. بله قدرت علمی شما در بحث ولایت فقیه ثابت شد. شما بله شما یه چی بله اجازه بفرما من خدمت هستم. شما هر وقتی که خواستید اساتیدت را بیار من خدمت هستم، اما با حضرت عالی من مناظره ندارم. بفرما سوالی فرمایش دارید من جواب میدم. بفرما. گفته اول آیا الله یعنی اون بنده خدایی که زنگ زده بود گفتید من زنگ زدم و توهین کردم و الان چی گفتش تو اینترنت بنده زنگ نزدم اگه زنگ بزنم من خودمو معرفی میکنم. نکته دوم در رابطه با ما میخواییم رضای وحدت وجود شما این همه بحث کردی، حالا برم بنده هم به عنوان مدافع رضای وحدت وجود یه بحثی قرار بده بیه مبارکه کنیم دیگه. من خدمت شما عرض کردم که شما بزرگوار خب من که استاد بودم شما قبول نکردی گفتی توهین کردی. خب من چه توهین کرده بودم؟ استاد شما کیه که آورده؟ خب چه توهین کردم؟ توهین منو بذار چه توهین کردم؟ من بلد من نگفتم که شما من گفتم شما توهین کردید؟ گفتی الان این همه فوش داری ولی اومدن تو این ور اون ور نوشتن برای ما که آقا این فلانی فلان. بله در اینترنت فوش دادی، در اینترنت چت فوش دادی. من حالا در ذهنم نیست که شما در چی اشاره میکنی. اجازه بفرما الان مسئله وحدت وجود من حاضرم مناظره بکنم. شما یکی از اساتیدت را بیار من خدمت هستم. آقا من خودم نه دیگر نه جان نه 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 دیگر شما استاد نیستی. بزرگوار من شما را در شأن خودم نمیدانم. برو استادت را بیار من حاضرم. یه ساعت این همه آدمی که میاد چه از وحدت وجود نمیدونم با شما حرف میزنم. خب شما هم سوال بکن چشم ایرادت را مطرح بکن. شما هم به عنوان یک کسی که تماس گرفته هر ایرادی داری مطرح بکن جواب، اما به عنوان مناظره نه. همینو ترجمه کنید. الغیر کمل از ظهور ملائکه لک آیا غیر از خدا ظهوری داره؟ ببین این که باشه چشم، این سوال شما را قبلا هم ظاهرا مطرح کرده بودی من جواب داده بودم. باشه این دوستان عزیز، علی غیر که من الظهور ما لیس لک، آیا پروردگار عالم غیر تو شیء ام ظهور داره؟ اون ظهوری که تو نداری غیر تو دارد؟ این حرفه، این سواله. اینها جماعت وحدت وجودیه. چرا هستی به خودتون مثل آقای موسوی راست میگه برفنباری؟ کجاش اومدی که خب آخر اجازه بده من جواب بدم. آخر برفنباری جای خودش، اجازه بده بفهمم. که اینها میگویند که این حدیث دلالت بر وحدت وجود دارد. ببینید این که سید الشهدا امام حسین علیه السلام در رو دعای عرفه خودش که همین الان خواندم، اینها بقیه دعا را نمیخوانند، یک فقره اشو گرفتند که اونجا امام حسین علیه السلام قائل به وحدت وجود بودند. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع. این به کی چی کسی عطا میکند؟ خدا. ولا کصنعه صنع صانع. و مانند ما خداوند متعال هیچ کسی صانع نیست، آفریدگاری مانند او نیست. و هو الجواد الواسع، و او جواد هست و او بخشنده مهربان است. فطره، خداوند آفرید اجناس البدایع، خداوند آفرید اجناس اشیاء بدیعه را خداوند متعال آفریده. و اتقن به حکمته صنایع، و خداوند متعال با حکمت خودش صنایع مخلوقات خودش را خیلی محکم خیلی با ظرافت که حکمت و علم در آنها به کار رفته خدا آفریده. و این حدیث شریف پره، مثلا اونجا میگه خدای من نبودم تو مرا آفریدی. بله. ابتدعتني بنعمتك قبل ان اكون شيئا مذكورا، خلقتني من التراب ثم اسكنتني الاصلاب آمنا لريب المنون. پروردگارا من نبودم، قبل از اینکه من باشم تو به من نعمتهایت را ظاهر کردی. پدر و مادر مهربان، مرا از خاک آفریدی، مرا در
در بر اصلاب طاهره که از هر گناه و شرک آمن باشن، پاک باشن، در اونجا مرا آفریدی. تو میگه خود امام حسین از الله قائل به خلقت نیست. امام حسین از الله گفته که خدا خودش آمده در صلب مثلا ظاهر شده، علیاذ بالله. چرا اونا رو نمیگی؟ اما این علی غیر که من الظهور ما لیس لک، ببینید چون پروردگار عالم ذره ذره کائنات هر چیزی که شما در عالم با آن اشاره بکنید، چه مثلا شمس و خورشید باشه، چه اشیاء خسیس باشه، مانند مثلا حیوانات خسیس، موش، میکروب، مانند مثلا خنزیر باشه، سگ باشه، همه اینها دلالت بر این داره که اینها یک صانعی دارد در نهایت قدرت، در نهایت عظمت، حکمت او بی نهایت، قدرت او بی نهایت، علم او بی نهایت، که این اشیاء را با اراده خودش این پروردگار عالم آفریده. سگ که سگ، خنزیر که خنزیر، در خلقت او عجایب عجایب از علم و از حکمت به کار رفته که علما بیاین صدها سال تحقیق بکنن، اون عجایب پایان پذیر نیست. لذا هر شی عالم، هر چیزی که در دنیا هست، آیات بیشمار، نشانی های بیشمار از علم خدا، از قدرت خدا، از صنعت خدا، از حیات خدا، از اراده پروردگار عالم، و این که او آفریدگار است و همه چیز در دست اوست و همگی مقهور عظمت اوست، به این دلالت دارد. پس و هیچ چیز دیگر این چنین نیست در دنیا، هیچ چیز دیگر غیر از پروردگار عالم این چنین نیست که این چنین آثار عظمت او در هر جا باشد، در هر کنج و کنار باشد، در هر ذره باشد. پس خداوند متعال ظهورش از همه اشیا برای انسان عاقل، انسان مؤمن، انسانی که از عقل خود به کار بگیرد، برای او ظهور پروردگار عالم از هر چیز بیشتره. هیچ چیز دیگر این چنین ظهوری نداره که هر چیز بر عظمت او، بر حکمت او، بر توحید او، بر قدرت او دلالت بکند. پس هیچ چیزی مانند خدا ظهور نداره، نه اینکه بقیه اشیا معدوم باشن، خیال باشن. این که معنای اون این از اون خیلی بعیده. الان من گفتم شما 2 دقیقه وقت دارید، هر ردی که داری بلدی در این زمینه بفرمایید. بفرمایید جان. جان حاجا ببینید، من یه سوال رو تو 20 ثانیه کردم، 5 دقیقه داری الان حرف میزنی. اگه واقعا مرد این راهی، اگه تونستی حرف بزنی، مطلب داری، یه وقتی رو بده مناظره مردم بفهمن حق چیه. عرض کردم هر کسی شما حریف من نیستی، من جواب دادم، اگر ردی بلدی رد بکن. من 20 ثانیه سوال کردم، چی کار کنم؟ این سوالی که کردی در 20 ثانیه جواب نمیتونم بدم من. بله شما اگر کسی بلدی، شما که یک سوالی که نکردی، خب یک سوال کردی که جواب میخواستی که 5 دقیقه جواب دادم. خب بفرما ردی، اگر بلدی بر این حرف من ردی دارید بفرمایید، اما مناظره من با شما معذورم. بینندگان عزیز و محترم، خوب دقت کنید، حدیث رو ایشون بنابر اون صد معرفت سطح پایین خودش فاد معرفت عباد تاری. حدیث میگه ایکون لغیر کم من از ظهور ما لیس لک، آیا چیز ظاهری تو این دنیا هست که تو نباشی؟ و بنده دارم بهش میگم تو یه مناظره 2 ساعته شما بیا این همه حرف بدی، ماها سالها داری حرف بدی، یه مناظره بذار تو یه ساعت و ساعت بیا بینی که این حرف چیه؟ اجازه نمیدی که یه نفر بیا تو تلویزیون که صحبت کنه، یه مناظره بذار. اگه مرد بشی که مناظره بذار، حدیث رو اشتباه داری. اون جایی که امام حسین علیه السلام میگه که مرا از خاک آفریدی، مرا در اصلاب طاهره قرار دادی، اونا جونش من منظورش چیه؟ اون خاکم ظهور خدا، خاکم ظهور خدا، بله. و اون چیزی بله اون خاکم ظهور خدا، خدا وجود نداره. خاک یعنی ذاتن معدوم، الانم معدومه، شما هم معدوم هستید، خدا ظاهر شده در وجود شما. شما مناظره شو بذار معلوم میشه که نه، شما مقصودت را بگو. خب مقصودت را همین یک جمله بگو، خاک معدومه، همه چیز معدومه، فقط خدا وجود داره، منظورتان اینه؟ جوابشو میخواد. بله. من سوال دارم، آیا توی ذات و تو باطن این خاک خدا هست یا نه؟ نه 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 نه، هر کسی که بگه کافره. خاک خاک، رب الارباب رب الارباب، خاک نه ماهیتش ماهیت خداست، نه وجودش وجود خداست، خاک مخلوق خداست. بله بله، به خاطر اینکه ذره ذره این وجود کائنات، مع كل شيء لا بالمقارنه داخل في الاشياء لا كدخول شيء في شيء، خداوند متعال با علم خودش، با قدرت خودش، حضور علمی که همه چیز از باطن اشیاء خدا خبر داره، و دل و درون و ذره ذره هر شیئی در دست خدا هست، تحت حکم خدا هست. بله به این معنا، نه این که خاک خدا هست،
برو برو ول ما کن صوفی وحدت وجودی، تو که چیز نیستی، من با تو مناظره کنم، برو استادت را بیار. اما اون حدیث این از اون بله اون امام حسین علیه السلام را خدا از خاک آفریده، اون خاک هم خدا بود، بله او الله اکبر، نعدت خدا به شما جماعت صوفیه شما، بله علی غیری که من الظهور ما لیس لک، آیا بلی نه اینکه غیر تو معدومه، ظهور تو از بقیه بیشتره، اون ظهوری که تو داری غیر تو نداره، این را گفته، نه اینکه بقیه اشان معدوم باشد، خیال اوهام و سراب باشد، این را که نگفته. برو اساتیر تا بیار، استاد تا بیار، من خدمت هستم. این دوستان عزیز مفاتیح الجنان، ایکون لغیرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، آیا غیر تو ظهوری دارد که تو نداشته باشی، یعنی وجود تو علم تو حکمت تو از همه اشیا ظاهرتره، نه اینکه غیر خدا معدومه، نه اینکه غیر خدا وجود نداره، این لا اله الا الله، با خدا قسم ای خدای پاک، این جماعت صوفیه چطور شیعه، این تازه طالب علم در حوزه، اون که قبلی زنگ زده بود که میگفت دنیا سرابه، اونم طالب علمه، اونم طلبه هست، اینا که طلاب علمن عقیدشان اینا، دوستان عزیز دیگه خودتان حساب کنید. سلام علیکم، یالا بفرما. سلام علیکم آقای اللهجاری عزیز، عزت زیاد، خدا شما خوب باشه، خدا عزت بده باشه. نمیگیرم برادر عزیز، قبل از اینکه ما شروع کنیم به برای بحث وجود این حرومزاده هایی که میان از ابن عربی دفاع میکنن، اینا کلن علمشون زیر سؤال های الله یاری، اینا کلن علمشون کفره، اینا میرن علمشون از یک کافر ملحد میگیرن، اینا خوکن، چون ابن عربی شیعه را قائل به خوب، ذات شیعه را قائل به خوب میدونه، به نفع خودتون بهتر میدین. و اینکه خدا در قرآن میفرماید در سوره یاسین در انتهای آیه 12 هم، و کل شیء احصیناه فی امام المبین، تمام اشیاء تمام علم ما در امام قرار دادیم، یعنی تمام علم ما پیش امام قرار دادیم. و اینکه و خود ائمه علیهم السلام میفرمایند، امام عجل الله فرجه الشریف فرماید، قال الصادق علیه السلام کذب من زعم ان من شیعتنا فهو متمسک بعروه غیرنا، دروغ میگوید کسی که گمان میکند از شیعان ماست در حالی که به ریسمان غیر ما متمسک شده. و امام باقر علیه السلام میفرمایند، شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت علیهم الصلاه والسلام، خودتان را به مشرق و مغرب بزنید علم صحیح پیدا نمی کنید مگر چیزی که از پیش ما اهل بیت صادر شود. کافی جلد یک صفحه 399. آقای اللهیاری، با اینکه فرمایش اهل بیت علیهم السلام برای ما کاملا روشنه که دین رو بیا میگه از ما بگیرین، چرا این خوکای کثیف میرن علمشون از این ملحدی ابن عربی میگیرن؟ و من میخواستم زود بگم، قبلا تو مظاهر قبلی این موسویان دروغگو گفت که به شما گفت که چه ربطی به تو داره، اگه من هر درس بدم چه ربطی به تو داره؟ من خواستم بهش بگم آقا مرده که بیشعور، بچه های من شیعه تو اون جامعه دارن بزرگ میشن که تو داری تدریس میکنی، تو حق نداری، تو غلط میکنی بیا کفر یاد یاد طلابت بدی که بیان به بچه های ما یاد بدن. مکتب شما باید مکتب شیعه باشه، مثل شبکه اهل بیت علیهم السلام. همینطور که آقای اللهیاری 6 سال دارن به ما شیعیان درس یاد میدن و توی احمق 6 سال نشسته با آقای اللهیاری استفاده کردی، بعدش هم میای ادب نداشته خودتو میای به آقای اللهیاری میگی این از کفریات خود شما جماعت ابلهه. و این توهینی که آقای اللهی به شما کرد، واقعا جو بگم من دلم سوخت و گریه کردم، به حالی که واقعا ما شیعان مظلوم هست، شیعان که واقعا طلبه حقا میکنم و پیرو آقای عبیر موهی علیه السلام هستن. من شما تشکر زنده باشی سرور من، خدا خیر کنم و تشکیبایی که داشتین سبتر عزیزم، خواهش میکنم، سلامت باشی، خدا خیر کنم. اینقدر ما فحش شنیدیم در این چند سال، اینقدر فحش و لعنت و تکفیر که دیگه پوست ما کلفت شده موسویان فحش داده، فقط اینه که بله چون اولا ما عادت کردیم، ثانیا خدا میدید امیر المؤمنین علیه السلام ناظر بود، اهل بیت اطهار علیهم السلام ناظر و شاهد هستند، لذا این برای ما آدم در راه خدا فحش بشنوه خیلی شیرینه، آدم در راه خدا
به آدم لعنت بکنن، فحش بدن، حرف بد بزنن، و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را اینقدر فحش دادن، این دیگه چیز عادیه برای جماعت صوفیه. بله.